گروهی از شیعیان نیجریه از دیوان عالی دادگستری ایالت کادونا درخواست کردند تا دستوری دائمی برای توقف تخریب غیرقانونی اموال آنها از سوی ناصر رفایی فرماندار ایالت و حامیان او صادر کند در احزاریایی که به موجب ماده 3 قانون اساسی تنظیم شده متقاضیان از دادگاه خواستند تا اعلام کند که شاکیان پرونده مالکان اموال و عراضی خود هستند و اجازه نمی دهند تا این اموال از دست آنها خارج شود در این دادخواست آمده متهمان هیچ گونه صلاحیت قانونی برای تخریب اموال شاکیان را ندارند این در حالی است که دستور تخریب مدارس یا منازل مسکونی شیعیان به طور مکرر از سوی فرماندل ایالت کادونا صادر می شود. در شکایت نامه آمده بسیاری از زمین هایی که به منظور ساخت مدرسه اسلامی در اختیار شیعیان قرار می گیرند از سوی مقامات ایالت کادونا ضبط و مصادره می شوند. پیش از این نیز شیعیان نیجریه خواستار محاکمه فرماندار ایالت کادونا در دادگاه کیفری بینالمللی به دلیل نسل کشی و جنایت علیه بشریت شده بودند در, در درخواست ارسال شده به دیوان کیفری بینالمللی درخواست پیگرد قانونی رفاعی به اتهام اقداماتی شده که علیه شیعیان انجام داده است